دوستان عزیزی از ایران آمده بود و توی چمدونش پر قرص و داروهای مختلف از ایران بود و انواع و اقسام به حال داروها رو برداشته بود، آورده بود و فکر میکرد که اینا یک روزی در اینجا به دردش خواهد خورد. از کمر درد گرفته تا سر درد تا گلو درد، به حال برای هر چیزی یک داروی مخصوصی رو از اونجا برداشته بود و آورده بود اینجا. اما دوستان بدونید که در واقع این چمدون و این داروهاش ممکنه که در اینجا به کار نیاد و کار پسندیده‌ای نباشه که ما هر چیزی رو بدون تجویز پزشک برای خودمون تجویز کنیم و بخوریم و فکر میکنیم که ما خودمون بهتر از پزشک میدونیم و به این وسیله درمان میشیم. در اینجا پزشک خانواده وجود داره و هر شهروندی باید یک پزشک خانواده برای خودش انتخاب بکنه و پزشک خانواده محرم اسرار بیمار خودش هست و دارویی که تجویز میکنه مسلماً باید بیمار بهش اعتماد کافی رو داشته باشه و به طور 100% بهش تکیه کنه که مطمئن باشه که پزشک خانواده بهترین ها رو براش در نظر میگیره، حتی اگه بخواد که بیمار رو به متخصصی معرفی بکنه. در این زمینه و در زمینه کارایی کادر درمانی در کانادا و استان خودمون استان بی سی، مشکلات امرجنسی ها و مشکلات پزشکان و پرستاران در این برنامه گفتگویی با 4 نازنین داریم که حتما به این گفتگو توجه بفرمایید. سرکار خانم دکتر افشار و آقای دکتر جعفریان، آقای دکتر گنجی‌زاده و خانم شهرجردی میهمان برنامه امشب ما هستند. به این برنامه توجه بفرمایید. دوستان گرامی بسیار خوش آمدید به برنامه ما. در ابتدای برنامه از عزیزانی که در تصویر هستن خواهش میکنم که به ترتیب خودشونو معرفی بفرمان. خانم دکتر افشار که در تصویر در سمت راست بالا قرار دارن، از شما خواهش میکنم که بفرمایید. خواهش میکنم. منم به نوع خودم درود میگم به همه تماشاگران. پگاه افشار هستم، فامیلی دکتر و در ونکوور پزشکی میکنم. بسیار خوش آمدید به برنامه ما جناب دکتر جعفریان. عرض درود و احترام خدمت شما، دیگر حضار، بینندگان عزیزتون. منم دکتر سیروز جعفریان هستم، پزشک خانواده هستم، پرایمری دکتر هستم، توی نورث ونکوور مشغول طبابت هستم. بسیار خوش آمدید به برنامه ما خانم شهرجردی عزیز، شما بفرمایید لطفا. با سلام و درود به همه عزیزان، افروز شهرجردی هستم، رجیستر نت هستم، در لاینز گیت هاسپیتال کار میکنم. بسیار خسته نباشید و خیلی خوش آمدید به برنامه ما. و آقای دکتر گنجی‌زاده عزیز، با سلام خدمت شما و همه بینندگانتون. من سعید گنجی‌زاده هستم، پزشک داخلی. بسیار خوش آمدید عزیزان به برنامه ما. چه افتخاری است که امروز یعنی امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. همینجور که میدونید بحث مراکز درمانی، خدمات درمانی در استان بی سی بحث بسیار بسیار داغی است و ما الان تونستیم شما عزیزان رو اینجا گرده هم جمع بکنیم که یک سوالاتی که ممکنه سوالات بسیاری از هموطنهای خودمون باشه در این شهر رو از شما بپرسیم و چه کسی بهتر از شما که پاسخ این سوال رو بده. قبل از اینکه من سوالات رو بپرسم عزیزان، ما در ایران که بودیم، من به خاطر دارم موقعی که ما بیمار می شدیم، مریض می شدیم و نیاز داشتیم به خدمات درمانی، چاره‌ای که بود این بود که می رفتیم به هر دکتری که دوست داشتیم سر می زدیم، به هر مطب دکتر و اونجا ویزیت می شدیم و
به هر حال می اومدیم و کارمون را می افتاد. این دکتر نشد، اون دکتر، دکتر یه شهر دیگه، دکتر یک خیابون دیگه، و دکتر فامیلی به اون معنایی که ما در اینجا داریم در واقع نداشتیم. اما برای عزیزانی که تازه به ونکوور و به این استان تشریف آوردن، حتما باید این اطلاع رسانی رو بکنیم که در اینجا بهتره که یک دکتر خانواده داشته باشن که نیازهای درمانی خودشون رو و مشکلات و بیماری ها رو اول با دکتر خانوادهشون که معمولا دکتر ثابتی است مطرح میکنن. یه مقدار در مورد دکتر خانواده من از عزیزانی که در تصویر هستن، هر کدوم که دوست دارید اگه توضیح بفرمایید که چه تفاوتی بین پزشکانی که در ایران هستن و پزشکانی که در اینجا هستن و دکتر خانواده نامیده میشن، ممنون میشم که هر عزیزی که دوست داره ابتدای بحث به این سوال جواب بده. خانم دکتر افشار، شما یا خانم یا آقای دکتر جعفریان، آقای دکتر گنجی‌زاده، کدوم علاقمند هستید؟ آقای دکتر جعفریان بفرمایید. خیلی درست میفهمید که یه تفاوت بزرگی که اینجا داره با سیستم بهداشت درمان در ایران این است که ما چیز داریم به اسم گیت‌وی کیپرها، در واقع مدخل بهداشت و درمان از طریق اون کسانی است که بهشون میگیم پرایمری کیر پرووایدرز. پرایمری کیر پرووایدرز به معنی کسی است که حالا توی ایران طب پیشگیری یا طب اولیه در ترجمه میشد، این است که شما مسائل خودتون رو برید پیش کسی که فرض کنید یا پزشک خانواده شماست یا نرس پرکتیشنر، و از اون طریق در شروع میکنید خدمات بهداشت درمان رو در واقع دریافت کردن. خواستی که این پرایمری کیر داره، مراقبت اولیه داره، این در واقع خاصیت کسانی که پرایمری کیر پرووایدر شما هستند توی کانادا، یکیش این است که اینها باید در دسترس باشن، یعنی اکسسیبیلیتی بالا داشته باشن. معمولاً بهترین پرایمری کیر پرووایدر کسی هستش که توی کامیونیتی خود عزیزان هست، کسی که در منطقه که شما دارید زندگی میکنه که فیزیکلی هم قابل دسترس باشه. نکته دیگرش این است که اینها کسانی هستن که با شما در ارتباط طولانی قرار میگیرند و به اصطلاح برای شما یک کانتینیوتی آف کیر یا یک تداوم مراقبت به همراه میارن. کسانی هستن که شرح حال کلی شما رو میدونن، مدارک شما رو در واقع دریافت میکنن، این مدارک پزشکی از همه رو جمع‌آوری میشه توی سیستم هایی که دارن، در واقع سیستم های کامپیوتری که دارن سوابق شما رو یادداشت میکنن و هم شما رو بهتر میشناسن، هم شما آرام آرام بناست که باهاشون راحت‌تر ارتباط برقرار بکنید و خدمات بهداشت درمانی رو دریافت بکنید. خاصیت دیگه‌ای که داره این است که به اصطلاح پیشنت سنترده، یعنی نگاه می‌کنه اولویت‌های مریض، چیزهایی که می‌خواد، اولویت‌های فرهنگیش، تا اونجایی که امکان داره سعی می‌کنه که بر اساس خواسته‌های بیمار پیش بره. البته به شرط اینکه این خواسته‌های بیمار، یکی این که ضد خودش نباشه، ثانیا اینکه ضد در واقع به خیر عمومی نباشه، اینکه ممکن است ماها بسیار چیزایی بخوایم و در واقع خواسته های ما باعث شود اون کسایی که نیاز دارن بهش از اولویت خارج بشن و اونها بهش نرسن. مثل خیلی چیزا، شما آزمایش اضافه بخواید باید بدونید صف آزمایش بذارید طولانی تر، ارجاع بی جهت بخواید صفحه ارجاع رو دارید تو رنگ کنید، میجید تصویر برمید. قسمت دیگرش این است که هماهنگ کننده یه مراقبته، یعنی که کسیست که میتواند ارجاع بکنه، کسیست که میتواند جواب ارجاعات رو بگیره و در واقع در مرکز خدمات بهداشت درمان برای فرد قرار میگیره دیگه، اطلاعات رو میگیره، اطلاعات رو میفرسته و میتونه جمع‌بندی داشته باشه و در نهایت هم فردی است که
یکی از مسئولین طب پیشگیری است. اینکه غربالگری ها به موقع انجام بشن، واکسیناسیون ها به موقع انجام بشن و مواردی که در واقع ریسک بیماری هایی که در آینده اتفاق بیفته رو درست شکل بگیره. همین این توضیح مقدمه. بسیار هم عالی. بسیار عالی. من در اینجا از خانم دکتر افشار سوال بکنم که هموطنان ما که به تازگی به کانادا میان از چه طریقی و چگونه پزشک خانواده خودشون رو انتخاب بکنن؟ اصلا شیوه پیدا کردن پزشک خانواده چیست؟ آیا دیگران بپرسن؟ آیا مرکزی وجود داره که پزشکان رو معرفی میکنن؟ به چه شکل میتونن پزشک خانواده رو عزیزانی که تازه مهاجرت کردن پیدا کنن؟ بله، سوال خیلی خوبیه و سوال خیلی از هموطنانمون هست. خب همونطور که میدونید پزشک خانواده یه خورده نسبت به جمعیت اینجا کمتره و یه خورده سخت میشه کانکت شد. واسه همین پیتش کلمبیا که نوبایی درست کرده هستش به نام Health Active Registry. این یه وبسایت هست که ببخشید صداتون یه مقدار قطع وصل میشه، اگه امکان داره یه بار دیگه بفرمایید و یه مقدار بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله، یه وبسایتی هست به نام Health Connect Registry که یه وبسایتی هست که پیشنت ها میتونن اسم خودشون رو بنویسن و اونجا میتونن اسم خودشون رو ثبت نام کنن. اگه خب میدونن پزشکی که در حال ثبت نام هست خب چه بهتر، معمولا از طریق آشنا یا دوست یا فامیل شاید میتونن از یه پزشک خانواده درخواست بکنن اگه همچنان باز هست که و میتونه دریافت کنه مریض. ولی that's the second thing to do. سومیش هم این که توی Health Link BC هست میتونم بزنن Find a Doctor، بعد نشون میده که کجا چه دکترهای باز هستن و یعنی ملیت دکترها هم توش نوشته شده. فرضاً اگه یک دوست داشته باشه یه دکتر ایرانی پیدا کنه تو اون لیست میتونه، البته با اسم شاید بیشتر مشخص باشه. بله، میتونه اینجوری پس پیدا کنه. فکر میکنم فقط همون از طریق اسم میشه، فکر نکنم ملیت فعلا مشخص باشه. میدونم برای آلبرتا کلگری همچین چیزی هست میتونن انجام بدن، ولی اینجا فکر نکنم. بسیار عالی، خیلی متشکر. آقای دکتر گنجی‌زاده عزیز، ما معمولا از ایران با ساک و چمدونایی که میایم اینجا چند تا نسخه هم با خودمون میاریم وسط چمدونامون و علاقمندیم که اون نسخه رو اینجا یه پزشک آشنا هم پیدا کنیم که برامون تجویز کنه و فکر میکنیم که این راه حل خیلی خوبیه که ما بتونیم به داروهایی که بهش میخوایم دسترسی پیدا کنیم به ضمانت یکی از پزشکان ایرانی به هر حال اینا رو پیدا کنیم. این تجویز نسخه‌ای که از اون برمیاد و توجه به این قضیه برای مهاجرینی که تازه آمدن، ما چه سفارشی برشون داریم و واقعا آیا این کار امکان پذیره؟ آیا شما این کار میکنید؟ فرضاً یک نسخه براتون بیارن از ایران، شما این نسخه رو مثلا دوباره مینویسید که این دارو تهیه بشه یا نه؟ این مراحلی داره که در واقع باید بهش توجه بشه و این کار در کانادا امکان پذیر نیست. خب در کانادا ابتدا شخص باید وارد سیستم هلکر کانادا یا سیستم سلامت کانادا بشه. برای اون باید یک پرایمری کیر پرووایدر داشته باشه و بعد این فامیلی داکتر هست که تصمیم میگیره که آیا این تشخیص درست بوده و اون نسخه تجدید میشه یا نه. این خب قسمت اولش. ولی اگر شخص به عنوان توریست میاد اینجا اون فرق داره، اون میتونه به کلینیک های ویژه توریست مراجعه کنه و احتمالاً اون کار براش انجام میشه. ولی به عنوان یک کانادایی شما باید وارد سیستم سلامت کانادا بشید و در حقیقت اون مراحل رو طی کنید. نه، نمیشه یک نسخه رو
بلافاصله اینجا کپی کرد و رفت و داروخانه گرفت. بسیار عالی، خیلی ممنون که جواب دادی، چون دوستانی هم که میرسن به اینجا این سوال رو گاهن از ما هم میپرسن و ما جوابی برش نداریم و الان جواب خیلی خوبی هست که این کار عملا امکان پذیر نیست و باید در واقع با توجه شما پزشکان انجام بشه و با مراقبت بیشتر باید نسخه تجویز بشه. خانم شجردی عزیز، شما به دلیل طبیعت کاری که دارید که رجیستر نرس هستید، حتما با پزشکان در واقع از لحاظ کاری ارتباط ویژه‌ای دارید که ما باید در واقع بدونیم که یک پرستار رجیسترد در واقع چه رابطه‌ای با پزشک داره برای درمان بیمار و اصلا معنای رجیسترد نرس چی هست اینجا و چه فرقی داره با نرس های معمولی. اگه توضیح بدید ممنون میشم. حتما. رجیسترد نرس از اینجا شروع میکنم که رجیسترد نرس وقتی که درس اینجا میخونی، یعنی که تو ایران همون لیسانس پرستاری رو میگیری، وقتی که وارد کانادا میشی مجددا یه بادی داریم مثل همون نظام پرستاری که تو ایران داشتیم. اونا مجدد تمام دروسی که ما گذروندیم رو ریویو میکنن، ببینن چه درسی رو اگر که نیاز داریم ریفرشر بگذرونیم اونا رو توصیه میکنن و در نهایت بعد از اینکه امتحان بورد رو میدیم تایید میشیم که بریم وارد سیستم اینجا بشیم. تفاوت دستای نرسا، خب LPN داریم که همون بهیاریه که تو ایران هستش که وظایفشون فرق میکنه، رجیستر نرس باز فرق میکنه و نرس پرکتیشنر داریم که اون در حقیقت مستر نرسینگ هستش که در حال حاضر دارن وارد بیمارستان ها میشن و یه جورایی تکیه میکنن از مریضا و کمک پزشکا هستن. ارتباط پرستار با پزشک اینجا یه مقدار فرق میکنه با ایران. در حقیقت ما یه سری داروهای بیسیک هستش مثل ضد تهوع، ضد حساسیت ها، تو شرایط خاص بعضی از اونا رو ما میتونیم به قول معرف ارائه بدیم، ولی ارتباط خیلی جالبی هست. یعنی تفاوتی که اینجا پزشک و پرستار داره ارتباطشون با ایران کاملا متفاوته. اعتمادی که به هم دیگه دارن، همیشه از هم نظر میخوان، پزشکا نظر پرستار رو میخوان و بالعکس، و با هم تیم ورکشون خیلی خوبه تو اینجا. میتونم بگم یعنی کاملا لیبل اینجا لیبل پرستارش با ایران فرق میکنه. خب شما ببخشید، شما وقت بیشتری دارید تا با اون مریض بگذرونید به نسبت پزشکان، معمولا درد دلهای بیشتری میشنوید و حرفای بیشتری از بیماران گوش میکنید. درد دل بیشتر اونا چیه؟ یعنی نسبت به خدمات درمانی اینجا چی به گوش شما میرسونن؟ یکیش خب وقته. همه ما همطور که عزیزان اشاره کردن، تعداد پزشک، ریشیو پزشک و بیمار اینجا خیلی پایینه متاسفانه. خب زمان بیشتر گله میکنن از اینکه پزشک با ما زمان نگذرونده، به حرفمون زیاد گوش نداده، راش کرده مثلا توی ویزیتش، یا اینکه تماس میگیرن خب حالا پزشک توی اتاق عمله یا داره با یک موقعیت اورژانسی دیل میکنه، یه خورده تاخیر دارن. یکی از درد دلاشون اینه. یکی از درد دلای حالا به خصوص جامعه ایرانی که بلافاصله دوست دارن، یا حالا هممون اینجوری به قول معروف بزرگ شدیم، آنتی بیوتیکو خیلی توقع دارن از پزشکا بدن و وقتی که نمیدن ناراحت میشن، یا اینکه حالا تست های مختلف مثل سی تی اسکن، ام آر آی، حالا خانم دکتر و آقایون دکتر قطعا از من بیشتر این چیزا رو شنیدن. یه سری اون تقاضا هستش که خب میگم من واقعا کوتاهی نمیبینم توی دوستان و اساتید پزشک. متاسفانه همون ریشیوی هستش که تعداد بیمار با پزشک نمیخونه، وگرنه مثلا همشون دوست دارن وقت رو بگذرنن و واقعا
گوش بدم و در دلشون و واقعا اسسمنت رو درست انجام بدم. بله خیلی متشکرم. خانم دکتر افشار، این روزا شما شاهد حجم بیشتر به اصطلاح بیماران هستید؟ آیا فکر میکنید که جمعیتی بیشتری الان دارن مراجعه میکنن به شما؟ شما به عنوان یک پزشک الان فکر میکنید که چه مشکلاتی پیرامون شماست؟ و اگه بخواید چند تا از این مشکلات رو بشمارید، چه چیزهایی ممکنه باشه که دوست دارید اینا رو مطرح بکنید که در آینده واقعا این مسائل حل بشه؟ سوال خیلی سخت و پیچیده ای پرسیدید. خب خیلی عواملی هست که تو پزشکی هست و به عنوان پزشک آدم دوست داره تغییر بده ولی متاسفانه نمیتونه. خب این خیلی از ما مثلا وقتایی هست که مریض باید منتظر بمونه تا یه اسپشالیست ببینه سرطان انجام شده و مریض از این برای یه فامیلات خیلی سخت هست که مثل مریض همچنان منتظر بمونه که این حساب برای انجام بشه، ولی متاسفانه به دلیل اینکه کانادا همه چی در فری هست، مالی و اکسس هم نداره. خب یکی از مشکلات خیلی زیاد، مشکل بسیار بزرگ دیگرش که اینه که فامیلی دکتر کم هست و جمعیت بالا هست و جمعیت داره روش به سنهای بالا میره و خب با سن بالا هم بیماری مزمن بیشتر میشه و مراقبت های بیشتری لازم داره، ویزیت های بیشتری در امرجنسی و هسپیتالیزیشن نیاز داره و با این جمعیت بزرگ که ما داریم پیش میریم و اندازه کافی بیمارستان نداره متاسفانه. بازم متاسفانه صدای شما بالا پایین میشه یه مقدار. اوکی من نمیدونم الان بهتره؟ بهتره الان، بفرما خواهش میکنم. خواهش میکنم. نه اوکی هست، اگه ادامه بفرمایید. اوکی. خب یه مشکل دیگرش هم مشکل نبودن پزشک تو قسمت های رورال اینجا هست، به اندازه کافی پزشک اونجا نیست و دسترسی به پزشک و بیمارستان و ارجنت کر کم هست. خب اون هم یه مشکلات دیگه هست. حالا بقیه دکتر اینجا، آقای دکتر جعفریان نظر شما چیه قربان؟ من اول یه چیزی رو بگم چون چند بار تکرار شد. یه مقاله چاپ شده بود توی Canadian Medical Association Journal که مجله اصلی پزشکی کاناداست، مشهورترین و در واقع کلیدی‌ترین مجله ژورنال پزشکی کاناداست، که یه مقاله هستش که همین پرایمری کیر رو در واقع همین که داریم در موردش صحبت میکنیم مقایسه کرده با کشورهای صنعتی که توشون در واقع پرایمری کیر در محوریت، پرایمری کیر پرووایدر در محوریت سیستم بهداشت درمان قرار میگیره. میشه لطف کنید همینجا یه توضیح کوچولویی لطف کنید بدید که پرایمری کیر با امرجنسی کیر چه فرقی با هم دیگه داره؟ اگه لطف کنید قبل از اینکه اون توضیح رو بدید اینو روشن بفرمایید ممنون میشم. خدمتون گفتم من مواردی که پرایمری کیر رو داره تعریف میکنه خدمتون عرض کردم، اون چیزی که داریم به دوران طب اولیه صحبت میکنیم. واقعیت در سیستم های مثل سیستم کانادا، سیستم بهداشت درمان بر اساس کامپیتنت پرایمری کیر پرووایدر بنا گذاشته شده. شما 75% پرووایدر هاتون پرایمری کیر پرووایدر، یعنی نرس پرکتیشنر، نرسن، پزشک فامیلی داکترن و اینها کسانی هستند که مراجعات اولیه رو دارن، در واقع انگار تمام مسائل پزشکی قرار است که از طریق اینها بگذره دیگه. در دیدن اینها معمولا اضطرار وجود نداره. اون چیزی که اورژانس رو تفکیک میکنه از پرایمری کیر قضیه اضطراره. من فرضم این است که ظرف 24 ساعت باید مشکل من حل و فصل بشه و هیچ جای دیگه هم برای حل و فصل نشه.
خیلی وقتا هموطن ها که میان فکر میکنن که مثلا اگر که تب دارن، امروز بچهشون تب داره یا مثلا سرماخوردگی دارن اینها و نمیتونن ظرف 24 ساعت فرمی دکترشون رو ببینن، یعنی اورژانس. ما توی سیستم مثلا پرایمری کیر پرووایدر ها، فارمسیست ها رو هم داریم. یعنی شما میتونید برید داروخانه بگید آقا من برای سرماخوردگیم شما چه چیزی پیشنهاد میکنید. گاهی فارمسیست اصلا میتواند داروهایی رو مثل مثلا داروهای عفونت ادراری رو به شما بده. شما علائم عفونت ادراری اگر بدید میتونه درمانتون بکنه. به هر حال میخوام بگم این سیستم پرایمری کیر سیستم گسترده است، فقط محدود به من پزشک خانواده هم نمیشه. ولی اضطرار این که مثلا من با درد قفسه سینه رفتم باید ظرف چند دقیقه به من رسیدگی بشه، این کار اورژانس. من تشنج کردم باید ظرف یک ساعت به من رسیدگی بشه، این کار اورژانس. من شکستگی دارم که به هر حال باید عکس گرفته بشه ظرف 24 ساعت گچ گرفته بشه، اینها کار اورژانس یا ارجنت که یعنی در واقع پیش اورژانس، اون چیزایی که خیلی وقتا درمانگاه ها توی ایران انجام میدن. این تفاوت این دوتاست. من اون چیزی که چند بار اشاره شد این است که مثلا تعداد پرایمری کیر پرووایدر پزشک خانواده توی کانادا کمه. این مطالعات نشون میده که تعداد پزشک خانواده کم نیست توی کانادا. اتچمنتش به نسبت کشورهای دیگه کم، یعنی به نسبت 9 تا کشور صنعتی، آلمان، فرانسه، بریتانیا، نمیدونم نروژ، ایتالیا، نیوزیلند، اگر که اونها بالای 90% در واقع پزشک اتچد، پزشک و بیمار به هم دیگه، شما میدونی آقا من فرمی دکترم فلانیه، این نسبتش در کانادا 85%. دلایلش چیه؟ دلایلش زیاده. یکیش این است که فرمی دکترها گاهی ترجیح میدن به جنگ کار فرمی مدیسن بکنن تو واکینگ کار بکنن. واکینگ کلینیک در واقع شما رو از اون اتچمنت جدا میکنین که شما مسئول پیگیری یک بیمار هستید. این اتفاق باهاش نمیافته. شما کانتینیوتی آف کیر رو که تداوم مراقبته توی یک جایی مثل واکینگ کلینیک ها نداره. تو اورژانس ابدا قرار نیست داشته باشه. شما توی اورژانس قرار نیست ارجاع بشید. ممکنه در شرایط اضطراری یک ارجاع اضطراری اتفاق بیفته. ولی من دیدم مریضایی که میرن اورژانس و میگن که ما اومدیم اینجا ما رو مثلا ارجاع بدید به فرض کنید دکتر زنان. چرا؟ چون دکتر فامیلیمون ما رو ارجاع نکرد. یعنی اصلا کلن، یعنی اینکه برداشت ما از استرار در اورژانس یک برداشت بسیار ناهمگونیه با اتفاقی که اشتباه. بله. خب کی این آموزش‌ها رو باید بده؟ یعنی کسی که واقعا این افکار رو داره و این فکر رو میکنه مسلماً تلقی غلطی داره و عملکرد غلطی داره. یکی از مهمترین مسئولیت‌های پرایمری کیر پرووایدر افزایش هلث لیتریسی است. سواد بهداشت و آشنایی با من به شخص سعی میکنم که این اطلاعات رو مدام بدم و فکر میکنم گفتن این اطلاعات قرار است که دهان به دهان بگرده، توی کامیونیتی بگرده. خب خیلی با این سیستم بزرگ میشن، این که به کنار، یعنی ما که اونها نیستیم، ما جامعه مهاجریم، ما به نسبت حتی ما از جایی نیومدیم که سیستم پرایمری کیر رو واقعا ارائه داده باشه. ممکنه کسی که از فنلاند با میشه میاد اینجا بیشتر آشنا باشه، مشکلی نداره. ولی یک قسمت از وظیفه‌اش این است. و البته این که من همیشه فکر کنم که ما با عنوان مهاجر باید خودمون رو باز بکنیم نسبت به اطلاعات، فرا بگیریم و ارائه بدیم. و خیلی متشکر. فکر کنم آقای دکتر گنجی‌زاده زیاد موافق این قضیه نیست که خیلی از ماها تو کیفمون، توی ساکمون انواع و اقسام داروهای مختلف رو جمع کردیم و داریم و به محض اینکه یکی مشکلی پیدا کرد بلافاصله در نقش دکتر هم ظاهر میشیم و تجویز میکنیم و یکی از این داروها رو در میاریم و تقدیم میکنیم به اون مریض، کاری که در ایران شاید خیلی زیاد انجام میشه. اما در اینجا چه عواقبی داره آقای گنجی‌زاده و
در واقع شما چه سفارشی دارید به این عزیزانی که مخصوصا این برنامه برای افرادی که برای عزیزانی که به تازگی مهاجرت کردن؟ خب خیلی اطلاعات خوبی رو ما میتونیم ارائه بدیم که چراغ راهی باشه برای زندگی آیندهشون. تجربه خودتون چیه در این زمینه، مخصوصا تو زمان کرونا و اون تجویزای در واقع خنددار و نابجایی که می شد و در واقع راه اشتباه به بیمار توصیه می شد، شما چه سفارشی دارید؟ بله، یک چیزی که شاید من بگم، حالا آماری ندارم که بگم بیشتر بین ما ایرانیان دیده میشه، ولی کمی بی‌توجهی به اصول علمی و این هاست تو زمینه درمان. این میشه از میزان مرگ و میر، حالا من نمیخوام بگم تنها این عاملش بود، ولی میزان مورتالیتی یا همون مرگ و میر کووید تو ایران بیشتر از سایر کشورها بود و یکی از دلایلش میتونه اینتراکشن ها یا تداخل های دارویی باشه که داروهای زیادی میدادن، 10 تا 20 قلم دارو به یک بیمار کووید داده میشد در ایران، گاه گاه دیده میشد و در اینجا هم خب با هموطنان این در حقیقت یه خورده فرهنگی هست که با ما همراه هست و همچنان ادامه میدیم. این کار میتونه تبعات قانونی داشته باشه اینجا اگر ما به کسی دارویی بدیم. داروهایی هست که داروهای اوور د کانتر هست و افراد بدون نسخه میتونن از داروخانه بگیرن، ولی همون داروها رو هم شما چون نمیدونید که بیمار روی چه دارویی هست و آیا این داروی بدون نسخه اوور د کانتری رو اگر به یه بیماری بدید که مثلا روی دارویی هست برای تشنج یا برای بیماری قلبی و تداخل دارویی با این دارویی که شما میدید بهش باعث یک فاجعه میشه. اینه که من توصیه‌ام به همه دوستان، همه هموطنان اینه که از دادن دارو و در حقیقت کمک کردن خودداری کنن و بذارن تا این کار توسط کسایی که خبره اون هیته هستن انجام بشه. همونجور که سیروس گفت، در داروخانه ها الان داروسازها میتونن تعدادی از اقلام دارویی رو بدن و فکر کنم این راه حل این باشه که اگر شخصی دسترسی نداره به پزشک خانوادهش میتونه داروخانه بره برای اقلام دارویی مورد نیاز و یک مشاوره ای بگیر. بله، خانم شهجردی شما چه تجربه دارید از بیمارانی که میبینید روی تخت و تحمل دیدار با دکتر رو ندارن و از تو کیفشون دارویی در میارن یا به هر حال سعی میکنن که خودشون تجویز کنن یا حتی شما رو به اجبار وادار میکنن به یه کاری که فکر میکنن اون درسته و چگونه باشون برخورد میکنید و شیوه درست برخورد با این عزیزان چیه و چگونه میشه لااقل در حد خودمون آموزش بهشون بدیم؟ تجربه اینو خب ما معمولا داریم، کسایی که میان بیمارستان که روی دارو هستن معمولا داروهاشون رو با خودشون میارن، این دیگه مختص به قشر خاصی نیست که بعد ما باید دکتر پزشک ریویو میکنه اونا رو و بعضی از داروها که خیلی خاص هستش باید بفرستیم فارماسی که لیبل بکنن، ولی از این اتفاقا متاسفانه میفته که بدون اینکه به ماها بگن دارو رو خودشون مصرف میکنن که همونطور که آقای دکتر گنجزاده فرمودن تداخل داروییه، یا وقتی ما اسس میکنیم یه دفعه مثلا میبینیم مریض بیشتر خواب‌آلوده یا تداخلی که باعث خونریزی زیر جلدی شده، حالا یا خونریزی داخلی یا عوارضی که میتونه واقعا خطر جدی داشته باشه براشون ایجاد میشه که بعد خودشون به قول معروف میگن که این بود دلیلش، یا یعنی که بعضی موقع پیدا میکنیم مثلا توی کشوی مریض.
و اینکه اون که اون قسمت دیگه که اشاره کردیم که باز درسته، مثلا به عنوان مثال ضد تهوع خیلی هاشون مصرف میکنن به عنوان داروی خواب آور که همون گراول هستش، و اصرار میکنن که اینا این دارو رو به این دلیل استفاده میکنن، در صورتی که خب اصلا مصرف این دارو چیز دیگه ایه که باز دوباره حالا باید برشون توضیح بدیم و عوارض و داروی رو بگیم، آگاهشون کنیم، اطلاع رسانی بکنیم تا جایی که میشه، و در نهایت باید بهشون اعتماد بکنیم که گوش میدن و متوجه شدن که سر خود داروی رو مصرف. چه کار سختی هم هست واقعا. خانم دکتر افشار، یک ما این سوالایی که میکنیم گاهند خب جوابشو ممکنه تا حدودی بدونیم، اما بد نیست که مجددا راجبش صحبت بکنیم و حرف بزنیم. اینجا اگه بیماری باشه که ندونه واقعا سر و کارش با چه مرکزی باید باشه، آیا باید بره سراغ پزشک خانوادهش الان؟ آیا باید واکین بره مثلا یه جای خودشو معرفی کنه و توسط یه دکتری ویزیت بشه به سرعت؟ آیا باید به امرجنسی بره، به سلا ارجنت کر بره؟ این تشخیص این که بیمار باید به کجا بره تا چه اندازه ما میتونیم اطلاعات بهشون بدیم که تا چه حدی و به چه شکلی به کجا مراجعه بکنن؟ این اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم. بله حتما. خب برای اکثر مشکلات فامیلی دکتر بهترین جا هست. شما اول باید برید به پزشک خانوادهتون مراجعه بکنید و سعی کنید با همون کانتینیو آف کیر داشته باشید با اونجا، به خاطر اینکه همه مسائل پزشکی اونجا هست و دسترسی به حالا مطالب قبلی راحت تر هست. اولین جا پزشک خانواده است. اگه واقعا دسترسی ندارن به پزشک خانواده و یه مسئله هست که جدی هست و نیاز داره که در طی یک دو روز آینده مشکل برطرف میشه، بتونن به واکینگ کلینیک مراجعه بکنن، در صورتی که بگن که خب این پزشک خانواده ما هست و هر کمت. بازم من فکر میکنم یه تغییر باید در خودتون برای صدا حالا بفرمایید. وقتی جا به جا میشید صداتون انگار بهتر میشه. بفرمایید. خواهش میکنم. بله فکر میکنم نزدیک لپتاپ هستم. بله برای حالا برای همون واکینگ کلینیک به ندرت میتونن استفاده بکنن، در صورتی بگن که اوکی این فامیلی دکتر من هست و همه اینوستیگیشن ها، همه بلاد ورک ها فرستاده بشه به فامیلی دکتر، که حالا به ندرت باید استفاده بشه. و من معمولا میگم که کلینیک خودم باشه، حتی اگر یک پزشک دیگه شما رو ببینه باز من دسترسی دارم به مدارک شما اگه در آینده نیاز دارید. برای چیزایی که یه خورده فوری تر هست و نیاز به پزشک دیدن سریع تر داره و می خود مشکل حالا جدیدتر هست، مثلا بریدگی هست یا شکستگی هست، تب بالای بچه، اونجور چیزا میتونن برن ارجنت. ولی خب برای ایمرجنسی که از همه بالاتر هست، ایمرجنسی خب درد قفس سینه. چگونه ارجنت کرا رو چک بکنن؟ یعنی از کجا چک بکنن که تو شهرشون در چه مرکزی و کجا ارجنت کرا وجود داره؟ سریع ترینش خب گوگل، میتونن گوگل بکنن Urgent Care Center، یه جایی هست معمولا به نام UPCC Urgent Primary Care Center که در جای مختلف شهرهای مختلف هم هست. معمولا اونها تا ساعت 7 یا 9 شب باز هستن، ولی اکثرشون ممکنه پر بشن، اینکه بهتر زودتر مراجعه بکنن تا اینکه سب بکنن شب بشه بعد برن پزشک رو ببینن. اگه اتفاق مثلا در 10 شب اتفاق بیفته و بیمار مضطرب باشه بخواد جایی بره، مجبور بره پس امرجنسی احتمالا؟ بله اگه بیمار اگه واقعا سیریس باشه، مشکل جدی باشه و تهدید کننده باشه امرجنسی، اگه تهدید کننده و سیریس نیست میتونن سب بکنن تا روز بعد. من فکر میکنم یه خدمات آنلاینی هم وجود داره، درسته؟ که ممکنه بیمار در حدی نباشه که حتما یه دکتری رو ویزیت کنه یا کسی رو ببینه، حتی میتونه به صورت
به اصطلاح تلفنی با پزشکی یا پرستاری صحبت کنه و بتونه به طور موقت مشکلاتش حل بشه. در این مورد اطلاعاتی دارید لطفاً؟ بله، خب راجب هر چیزی هم خوبی ها هست هم بدی ها هست. خوبی این اگه اینه که خب میتونن با یه پزشک ارتباط برقرار بکنن و صحبت بکنن راجب مسئله شون. بعدش اینه که خب وقتی این اتفاق میفته پزشکان براشون هیچ اطلاعی نداره از این سرویسی که انجام شده و اگه مشکل واقعا جدی باشه خب از طریق تلفنی نمیشه ایدو انجام داد. مثلا اگه درد شکم داشته باشن این یه مسئله که واقعا باید این پرسن انجام بشه و تلفنی جوابگو نیست. خیلی متشکرم. پس میکنم برای چیزهای جزئی ولی فکر میکنم اوکی باشه تا استفاده نشه بهتره. بعضی از دوستان سالونای امرجنسی بیمارستان ها رو استفاده میکنن برای این مشکل خیلی کوچولو در واقع که جمعیت اونجا رو زیاد میکنن و باعث مشکلاتی میشن و نمیدونن که مراکز دیگه وجود داره که میتونن مراجعه بکنن و نرن به امرجنسی ها. آقای دکتر جعفریان، بحث اعتماد به پزشکان خیلی مهمه. ما همیشه این رو تو زندگی تجربه کردیم که هران چه بیماری داریم با صداقت تمام مطرح بکنیم، چه دارویی میخوریم، چی کار میکنیم، کجا میریم، چقدر میخوابیم، مشکلمون چیه و همه رو در عین صداقت مطرح میکنیم و از اون ورم توقع داریم که پزشک هم در کمال صداقت به ما پاسخ بده و این رابطه دو طرفه که محورش صداقت هست میتونه به یه نتیجه درست برسه. فکر میکنید چه موقع است که این رابطه به هم میخوره و این عدم صداقت به وجود میاد؟ ما با بیمارانی حتما مواجه هستیم که مثلا میان به مطب یه دکتری و پاسخ میگیرن یا نسخه میگیرن، میگن نه این نیست، من میدونم مشکلم چیه، این دکتر تشخیش اشتباس و من باید برم و یه جای دیگه خودم معرفی بکنم و ببینم داستان چیه. فکر میکنید این ارتباط دو نفره به چه شکل بهتره که از لحاظ روحی و روانی برقرار بشه که سطح ارتباط و سطح این اعتبار رو به اصطلاح قبول داشتن همدیگر رو ببرن بالا؟ راستش رو بخواید من در مورد این سوال شما با اینکه خب خیلی فکر میکنم این در واقع زندگی روزانه منه، ولی با اینکه یک جواب بسته بندی شده داشته باشم تو ذهنم الان ندارم. حالا بقیه عزیزان هم میتونن نظرات خودشون رو بگن. قاعدتا شما اگر که بخواید اعتماد کسی رو به دست بیارید باید نشون بدید که سلام در مسائل پزشکی سلامتی اون آدم، سلامتی در واقع فیزیکی و روانی و اون آدم برای شما اولویته. و من فکر میکنم یکی از خواصی که باز پرایمری کیر پرووایدرها دارن این است که چون در به مرور زمان این ارتباط در واقع عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه، این اعتماد شانس بیشتری داره که به وجود بیاد. یه تفاوت بزرگی که هستش بین کشورهای مثل ایران که پرایمری کیر ندارند، در واقع اون چیزی که ندارن اون تداوم مراقبت بهداشت درمان، با کشورهای مثل اینجا این است که شما توی ایران میتونید این امکان رو دارید که وقتی که احساس نارضایتی میکنید برید یه دکتر دیگه، وقتی که فکر کنید تشخیص غلطه برید یه دکتر دیگه. من خیلی وقتا میبینم که مثلا بیمارانی هستن، نه اینکه حالا بیمار من باشم، مثلا از اقوام از اون خاطراتی که من در ایران از تحصیل توی ایران دارم، یک آدم برای یک مشکل شما میرید که به 4 تا 5 تا پزشک مراجعه میکنید که پنجم هم داره با توجه به تاریخچه‌ای که میگیره روی اتفاقاتی که پزشک اول میفته در واقع از اون اطلاعات استفاده میکنه. شما این رو در سیستم در واقع بهداشت درمانی هست، یا شما با یک پزشک دارید، یعنی پزشک و
وقتی که آقا این مثلا دارو رو بگیر، اگر خوب نشدی برگرد، این آزمایش رو انجام بده با جوابش برگرد، این در واقع که من به گذشته نگاه میکنم، به اطلاعاتی که داره تجربه نگاه میکنم و تصمیم میگیرم و این فکر میکنم که خودش به نوعی باعث اعتماد سازی میشه. از اون بر من سعی میکنم مدام به خودم یادآوری کنم که در مورد بیمارانم خلاصه نگاه جاجمنتال نداشت باشم، بگیشم خیلی اعتماد شکنه، یعنی شما اگر که بخواید اضافت بکنید که طرف مقابل آیتم هایی رو که داره در نظر میگیره برای تصمیم گیری، آیتم هایی که خارج از مثلا نمیدونم فلان اصول بهمان اصوله، این خودش اعتماد شکنی ایجاد سنتر بودن، ببخشید فقط این پیشنت سنترد بودن پرایمری کیر، این که در واقع پیشنت سنترد بودن رو چه اینگه مقیمی بر بیمار نمیدونم، این که ببینید اولویت های فرهنگی بهداشتی درمانی فرد چیه، واقعا اون کسانی که هست، من که در این زمین اصلا خوب نیستم، ولی اون همکارانی که میتونن این رو در اولویت خودشون قرار بدن، معمولا همکارانی هستن که توی اون ایجاد اعتماد به نقش بسیار مهمی در سلامت نه تنها بیمار بلکه پزشک بازی میکنه. وقتی من احساس بکنم به اعتماد میشه، روزم رو خوب بپارم، فردا صبحم رو با انرژی کنم، این خلاصه مقتنی بر بیمار بودن، مقتنی بر اولویت خواه بودن، میتونه بسیار اعتماد ساز. خیلی ممنون، به هر حال جواب بسیار هوشمندانه و خوبی بود، متشکرم از شما. آقای دکتر گنجی‌زاده عزیز، شما در ماشین احتمالاً رانندگی که نمی کنید، یه جا ثابت بایستید. ممنون از شما. آقا برای این که دکتر متخصص در واقع بهش دسترسی پیدا کنیم، مسلماً در اینجا ما باید اول دکتر خانواده همونو ببینیم، چیزی که بسیاری از بیمارانی که به تازگی مهاجرت کردن شاید از این قضیه زیاد اطلاع نداشته باشن. این پروسه چطور انجام میشه؟ و اگه ما فکر کنیم مثلا یک مشکلی داریم، یک بیماری داریم که به پزشک خانواده ربط پیدا نمی کنه و حتما باید یک متخصص اون رو ببینه، چگونه پزشک خانواده خودمون رو مطلع کنیم و این داستان به چه شکل انجام میشه؟ نه، اون که همه مشکلات به پزشک خانواده ربط پیدا میکنه، ما مشکلی نداریم که به پزشک خانواده ربط پیدا نکنه. پزشک خانواده در حقیقت نگهبان سلامت بیماره و ما در بریتیش کلمبیا که در جمعیتش 5 میلیونه، 1 میلیون نفر ندارن پزشک، یک میلیون نفر پزشک، صدای من میاد؟ بله بفرمایید. 1 میلیون نفر پزشک خانواده و به اصطلاح پرایمری کیر پرووایدر نداشتن و اخیراً 200,000 نفر از اینها پیدا کردن و این رقم رسیده به 800,000 تا. یعنی هنوز 800,000 نفر ندارن یه نفری که مسئول سلامتشون باشه، حالا مسئول شاید نگیم، کیر گیور یا مراقبت کننده سلامتش. اینه که خیلی مهمه که ما چیزی نداریم که در حیطه کار پزشک خانواده نباشه. این یک. دو، این که پزشک خانواده یه سری از مسائل هست که به صورت اتوماتیکوار اینها رو ارجاع میدن به متخصصهای مربوطه و یه سری ایریاهای در حقیقت، حالا بگیم مناطق خاکستری هست که بین پزشک خانواده و مریض ممکنه یک اختلاف نظری باشه و من فکر کنم بازم باید احترام گذاشت به نظر پزشک خانواده. یعنی من اگه مشکل مثلا گوش داشته باشم و مرتب اذیتم میکنه، اول باید بیام سراغ پزشک خانواده؟ بله بله، هیچ مشکلی نیست. ببینید مشکلات دو نوعه، یا اینکه شخص یک اضطراری درش هست، مثلا شکستگیه که خب میره به اورژانس،
خب نمیره پزشک، ولی همون اورژانس هم بلافاصله وقتی اون پزشک اورژانس بیمار رو دید بلافاصله یه نامه می‌نویسه به کی؟ به پزشک خانواده که فلانی بیمارت اومده بود اینجا، پا شکسته بود، ما متوجه شدیم که پوکی استخوان هم داره و این نیاز داره به این مراحل و ما این رو میفرستیم برات. یعنی بدون پزشک خانواده اصلا سیستم سلامت کانادا امکان نداره که توان ادامه حرکت نداره. ما کاری نمیتونیم کنیم بدون پزشک خانواده. بله بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. خانم شهریاردی توی شما توی اورژانس هم کار میکنید یا در بیمارستان فقط هستید؟ اورژانس لاینز گیت هم در حقیقت شغل من الان سوپروایزر آمار به قول معروف ادمیشن و ترخیص اورژانس رو هم دارم، ولی سابقه کار اورژانس اینجا ندارم، ایران دارم. بله اینجا چه تفاوتایی داره این کار؟ چقدر ازدحام میبینید؟ بر راه حلی که فکر میکنید وجود داره چیه؟ مخصوصا فرمودید توی لاینز گیت کار میکنید، درسته؟ بیمارستان لاینز گیت و مسلماً شما با هموطنای ایرانی بیشتر سر کار خواهید داشت اونجا. و فکر میکنید جامعه ایرانی نسبت به خدمات درمانی که در کانادا وجود داره، در استان بی سی وجود داره، چه چیزا، چه نقاطی وجود داره درش که دارک براشون نمیتونن متوجه بشن و احتیاج دارن که بیشتر بپرسن و کار میکنن با توجه به تجربه‌ای که در کار درمانی و خدمات درمانی در اونجا دارید؟ همطور که حالا میگم باز دوباره همه ماها تو ایران در حقیقت روتینمون بود، برای هر بیشتر موارد ما میرفتیم اورژانس. مثلا من خودم خاطرم هستش که وقتی بچه بودم گلو درد میگرفتیم با تب شدید، پدر مادرم میبردنمون اورژانس و اونجا مثلا آنتی بیوتیک حالا تزریقی بهمون میدادن. این تیکه هنوز اینجا خانواده‌های ایرانی هنوز اون رو اجرا میکنن. خب یکی از دلایلش اینه که مثلا اگر ده شب باشه خب فامیلی فیزیشنشون نیست، یا تشخیص همون مواردی که فکر میکنن بین اورژانس، ارجنت کیر یا دلیلی که دارن که بخوان برن اورژانس رو براشون کلیر واضح نیست که الان مثلا میتونن سب بکنن با دادن یه استامینوفن ساده به بچهشون یا خودشون فردا تماس بگیرن با فامیلی فیزیشنشون. یکی از دلایلش هم آگاهیشونه که همون منابع رو نمیدونن که تحت چه شرایطی باید کجا برن، همون پرایمری کر، ارجنت کر یا اورژانس. یکی از دلایلش که به طور واضح هست اینه. دوباره دلیل بعدش اینه که میان هنوز حالا یا اعتماد ندارن به جی پیشون یا اینکه جی پی ندارن، باز دوباره مجددن میان اورژانس و واقعا داریم مریض 8 ساعت نشسته فقط حالا با یه دل دردی که اومده 8 ساعت منتظره و در نهایت حتی یه فقط آزمایش خون ازش میگیرن و از ماینه ای که میشه میفرستنش خونه و نامه میره برای فامیلی فیزیشنش که براشون فالوآپ بکنه و پیگیری بکنه. این آگاهی هنوز یعنی براشون، برای خیلی ها، نه حالا جامعه ایران، برای خیلی ها هنوز جا نیفتاده که کی باید به اورژانس مراجعه کنن، کی باید به فامیلی فیزیشنشون مراجعه بکنن. این باعث میشه که واقعا همه بیان تو اورژانس، بیشتری بیان تو اورژانس که واقعا نیازی به اورژانس ندارن اصلا و میشینن اونجا منتظر 8 ساعت میشه، بعد خب اون وقت شکایت هم میکنن از این وضع. این نکته یه که ما برنامه های متعددی ساختیم راجع به این قضیه که بابا به اورژانس ها مراجعه نکنید، به امرجنسی ها نرید و مسئله که دارید رو باش مثلا دیل کنید، اگه مشکل بزرگی نیست فردا برید مراجعه کنید به جاهای دیگه، به خاطر اینکه ممکنه واقعا یه بیماری باشه که واقعا به یه کار امرجنسی داشته باشه و جای اونه که اونجا درمان بشه، نه جای کسی که فرزن احساس کرد گلوش گرفته حالا و داره سرفه شدید میکنه فرزن، حالا بره حتما امرجنسی که فکر بکنه. و معمولا هم وقتی که بیمار باشه فکر میکنه که حق با اونه و مسلما زودم میخواد جواب بگیره. و متاسفانه تا به حال برنامه هایی که ساخته شده و راجع به این قضیه صحبت کردیم باز هم
ما در این زمینه فکر میکنیم باید بیشتر کار بشه و بیشتر اطلاع رسانی بشه. دوستان من در اینجا از تک تک شما عزیزان، از تک تک شما سپاسگزارم، به خاطر اینکه در خط مقدم سلامتی همه افرادی که در این سرزمین زندگی میکنن شما در خط مقدم هستید، تلاش میکنید با همه ی حرف ها، حدیث ها، توقعات و همه ی مسائلی که به هر حال یک بیمار ممکنه داشته باشه و مسلماً شما این بار رو میخرید و این حرف ها رو میشنوید، ولی به رسالت و کار خودتون به هر حال توجه میکنید و میرید جلو و من میدونم که با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنید، مخصوصاً این که همینجور که عزیزان فرمودن به هر حال ما اینجا کادر درمانی محدودیت داریم، ولی جمعیت بسیار زیادی رو همیشه شاهد هستیم که دارن وارد کانادا میشن. خب مسلماً اینا مسکن میخوان، کادر درمانی میخوان، غذا میخوان، کار میخوان و هزاران داستان دیگه که گاهن راجع به این قضیه خیلی فکر نمیشه و بارش میفته گردن عزیزانی مثل شما. مسلماً باید با این داستان حسابی دیل بکنید به قول معروف. در پایان این گفتگو دوست دارم اگه نکته‌ای دارید در یکی دو جمله بفرمایید خوشحال میشم. از خانم دکتر افشار شروع میکنم، اگه لطف بفرمایید اگه نکته پایانی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم. ممنون، مرسی. ممنون از شما که برنامه رو گذاشتید واقعا برای اطلاع رسانی. فقط من یه چیز کوچیک میخواستم بگم برای مردم، اگه نمیدونن که کارشون ایمرجنسی هست یا میتونن سب بکنن، میتونن به شماره 811 تماس بگیرن و معمولا میتونن با یه نرس در ارتباط باشن که اونا میتونن بهشون کمک کنن. بله، 811 در واقع شماره است که میتونن به هر حال اگه سوال پزشکی داشته باشن، تا جایی که من میدونم به زبان‌های مختلف هم حتی ممکنه یک کسی اصلا از حداقل دانش انگلیسی برخوردار باشه میتونه زنگ بزنه به این شماره و فقط بگه فارسی، همینو که بگه ممکنه که وصلش کنن به یک پرستار فارسی زبان یا کسی که فارسی زبان باشه و بتونن جوابش رو بگیرن. چون من خود من هم در این خصوص برنامه‌های آموزشی کوچولویی ساخته بودم در سالهای قبل. البته آقای دکتر جعفریان، شما از اگه صحبتی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. من دارم خواست فقط این رو در مورد اورژانس بگم که یکی از کارهایی که در واقع یک دکتری که در اورژانس داره کار میکنه اولویتش این است که بیمار رو به اصطلاح استیبلایز کنه، تثبیت کنه، یعنی یک بیماری که آنستیبل، یک بیماری که در واقع علائم حیاتیش مثلا علائم حیاتی بی ثباتی است، فشار خونش بسیار پایینه، ضربان قلبش بسیار پایینه، یک با این داستان مریض ها رو اولویت بندی میکنن که کیست در واقع سلامتش ثبات داره کی نداره. اون کسی که در سیستم ترایاش که حالا افروز جانم خوب میدونن این رو، چون این کار در واقع کار اول کار نرس رجیستریه، میاد اولویت بندی میکنه، اگر که بیاد ببینه که یک سرماخوردگی براش اومده این ترایاج رو میذاره ترایاج شماره 5، این اولویت نداشتن میتونه فردایی رو پس فرده داشت. یکی دلایلی که شاید کسانی به اورژانس مراجعه کنن که کسی مثل منه که به اندازه کافی در اختیارشون در اکسسیبل نبودم، در اختیارشون نبودم. من به عنوان پزشک خانواده، به عنوان پرایمری کیر پرووایدر، لااقل برای خودم این التزام رو قائلم که تا جایی که ممکن امکان دیده شدن و امکان نمیدونم ویزیت شدن برای مریض هام رو برای خودم ببرم بالا و حتما مثلا در روز من حتما باید یه سری اثبات داشته باشم که مریض ها بتونن برای همون روز از من وقت بگیرن. خلاصه میخوام بگم که یه قسمتیش هم واقعا من به عنوان پرایمری کیر پرووایدر باید به خودم نگاه بکنم و تا جایی که ممکنه این امکان رو برای مریض هام ببرم بالا که بتونن به جن که اورژانس مراجعه بکنن من مراجعه بکنم. یه امکان دیگه هم تو بیسکیت داره ولی نمیگم، شاید در برنامه بعدی داشته باشه بگم که
سیمتومی نداره آدم بره اورژانس، میتونه کماکان نصف شب هم زنگ بزنه به فرمی دکتر، ولی فعلا از من نداره. به هر حال واسه خودتون دارید کار درست میکنید دکتر جعفریان دیگه. میخوای شماره شماره هم دیسپلی کنیم اونجا. خیلی ممنون از شما سرکا خانم شهچردی. شما نکته ای هست بفهمید، خواهش میکنم. باز از همه عزیزان تقاضا میکنم که به پزشک خانوادهشون اگر دارن اعتماد بکنن، و حالا هر اعتماد که بکنن باهاشون مطرح بکنن، مثلا خب حالا اگر نالجی دارن راجع به بیماریشون و حالا حس میکنن که ممکنه که اشتباه تشخیص داده شده باشه، یا اینکه دوست دارن حالا به هر دلیلی آزمایش خاصی اکس ری چیزی انجام بشه، مستقیما به خود فامیلی فیزیشنشون بگن، و اینکه از ترس اینو نداشته باشن که حالا جاج میکنه فامیلی فیزیشن، حتی با. اگر که یه من توصیه بهشون میکنم که نهایتش اینه که فامیلی فیزیشنتون بگه نه مثلا نیاز نداری، ولی با دلیل و وقانه قانع بشین. اگه قانع نشدین مجددا یه ویزیت دیگه بگیرین و بگین من قانع نشدم. و معمولا حالا خب همونطور که میبینیم هممون این تجربه رو داشتیم، و در نهایت باز یه جوری میتونه اون فامیلی فیزیشن قانع بکنه که حالا اون تست رو بگیره. اعتماد خیلی مهمه و مرحله اوله به قول معروف توی سیستم پزشکی. مرسی از همتون. بسیار سپاسگزار. آقای دکتر گنجی‌زاده عزیز، شما یا سیکرتی دارید مثل دکتر جعفریان بفرمایید لاقل برنامه ما یه مقدار پربارتر بشه؟ خواهش میکنم. من به همه هموطنان توصیه میکنم که به فکر پیشگیری اولیه باشن تا نیاز به دکتر نداشته باشن. به قول اون شعر مشهور، تو را به ناز طبیبان نیاز مباد. و پیشگیری اولی هم در اینه که روزی 10,000 قدم بزنن، روزی 10,000 قدم بزنن، و این قدم زدن اگر بشه 20,000 تا بشه که خیلی عالیه، ولی مینیمم 10,000 تا، و سعی کنن که اون رژیم غذاییشون رژیم مدیترانیان باشه، رژیم در حقیقت با کربوهیدرات بالا، با نشاسته بالا نباشه. و در این حال یه مورد دیگه ای هم که تو جامعه ایرانی من باید تذکر بدم اینه که ما به شکر و شیرینیجات خیلی علاقه داریم، including me، یعنی خودم هم علاقه دارم، و ما باید از این هم اگه میتونی از زول بیا وامیه بگذری درست میگید ما، ولی هر چیز جای خودش. میدونید که این مزه ها با محیط زندگی ما میشینه توی در حقیقت حافظه چشایی ما، و ما بزرگ میشیم با این مزه ها. در نتیجه من توصیه‌ام اینه که اولا به بچه هام خیلی شکر ندن، غذاهای شیرین ندن، و خودمون هم تا اون جایی که میشه از خوردن شیرینیجات پرهیز کنیم، و تا اونجایی که میشه یعنی به صورت مذهبی بریم به جنگ شکر و شیرینیجات، و اون چیزی که در قبل ما در ارتباط با چربی میگفتیم به نظر میرسه که درستش اینه که ما از شیرینی پرهیز کنیم. خلاصه اینم پیام بهداشتی. بسیار عالی. خب این پیام بهداشتی شما جناب دکتر گنجی‌زاده باعث میشه که شما به خاطر علاقه‌ای که به بعضی از بیماران خودتون دارید، ممکنه که اونا رو نبینید، همشون صحیح و سالم باشن و شما کمتر به شما مراجعه بکنن. و بله، من به شوخی عرض میکنم، من یک ماشین قدیمی داشتم، حتی این به عنوان مزاح عرض میکنم، یه ماشین قدیمی داشتم و یه دوست تعمیرکار بسیار بسیار نازنین، که به خاطر این ماشین قدیمی من مرتب میرفتم پیشش، تا اینکه به هر حال ما به هر حال این فرصت برای ما پیش آمد که ماشینمون رو عوض کنیم و یک ماشین درجه 1 برند نیو بخریم، و اون ماشین رو گذاشتیم کنار. این مسئله باعث شد که دیدار ما هم با این دوست تعمیرکارمون به حداقل به صفر برسه، و ایشون یه روزی یقه ما رو تو خیابون گرفت، گفت آقا من هر چی ناسزاست به این ماشین برند نیو شما میدم، به خاطر که این باعث شده که شما نیای اینجا پیش من. و من فکر میکنم که پزشکان نازنین و کادر درمانی عزیز
در این حالی که دوست دارن که خدمات درمانی به بیمارانشون بدن، دوست دارن که مسلماً همیشه چهره اونا رو شاد ببینن و تنشون رو سالم ببینن. و باز هم از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم به خاطر خدماتی که به جامعه ارائه میکنید و به خاطر وقتی که برای این برنامه گذاشتید. شب خوبی همگی داشته باشید. خیلی متشکرم.